درود بر مبارزان راه آزادی، زنان و مردان شجاع سرزمینمان ایران. به این برنامه شبانگاهی از آوای ایران خوش آمدید. امشب نیز با موضوعات مهمی در ارتباط با تحولات میهن دربندمان در خدمت شما هستیم. اما سرخط اخبار: افزایش مبارزات پارتیزانی با رژیم، هشدار روزنامه حکومتی به رژیم، اعتراف وحشتناک رئیس سابق محیط زیست، تبریز باید فوراً تخلیه شود. اما قبل از مشروع این اخبار، تصاویری ببینید از مردم غیور آبادان که در سالگرد فاجعه متروپول خیابان‌های این شهر را به تسخیر خود درآوردند. افزایش مبارزات پارتیزانی با رژیم، هشدار روزنامه حکومتی به رژیم. پس از تیراندازی مستقیم نیروهای ویژه رژیم اسلامی به معترضان و آسیب زدن به چشمان و بدن معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای، این بحث همچنان خفته ماند که در برابر رژیمی چنین سلاخ و بی‌رحم چه باید کرد. اکثر مخالفان به ویژه گروه‌های سازمان یافته برای آنکه متهم به دفاع از قیام مسلحانه نشوند، در برابر این قساوت‌ها دهان بستند. اما روزنامه شرق به تازگی در مقاله‌ای در مورد وضعیت این روزهای ایران نوشت: سکوت و آرامش به وجود آمده از پس فشار به ماشین‌های سیاست ورز موقتی است و بیشتر شبیه آب زیر کاه یک انبار بزرگ می‌ماند. این اتفاقات باعث می‌شود مردم به مبارزات پارتیزانی و مسلحانه روی بیاورند که عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی دارد. اگرچه گاه این گونه به نظر می‌رسد که مردم در انقیاد به وضعیت روزمره خو گرفته‌اند، اما سیاست کنشگر در حال تولید معنا به مثابه قلمرو زدایی است، قلمرویی که بدنها در آن دگرگون شده. اگر بخواهیم به اعتراضات اخیر بازگردیم، با این رویکرد باید گفت آدمهای کف خیابان دود نشده و به هوا نرفتند. آنها خواسته یا نخواسته در پی اتصالات و انشعابات دیگری هستند که قدرتشان را بیشینه خواهد کرد و ماشینهایی با معنای دیگر به وجود خواهد آورد، ماشینهایی که از قلمروی ماشینهای دولتی قلم روزدایی خواهد کرد، چرا که حیات همچنان وجود دارد، آن هم حیاتی که بر اساس اتصالات شکل گرفته است. چیزی که در این میان برای ماشین‌های دولت مبهم باقی مانده این است که نمی‌دانند چه نوع ماشین‌های سیاستی در راهند. به تازگی یکی از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی در مقاله مردم را به مبارزه مسلحانه دعوت کرده که زنگ خطری است برای خامنه‌ای و حامیانش، چرا که جامعه را به سمت خشونتی تمام ناشده نیست.
پاسخ می‌دهد. در این مقاله آمده توسعه اعدام‌ها در ایران طی یک ماه اخیر توسط رژیم اعدام امری کاملاً قابل پیش‌بینی بود. طبیعی است که حکومت وقتی احساس کند مردم عقب نشستند، بساط اعدام را پهن می‌کند. سابقه برخورد این حکومت در گذشته همین بوده و خواهد بود. رژیم اسلامی از توسعه این اعدام‌ها که مورد اخیرش اعدام 3 جوان در محله خان اصفهان بود، اهداف متعددی دارد. به جز توسعه رعب و وحشت، این اعدام‌ها دارد به حامیان حکومت پیام می‌دهد که حول ولایت بمانند و به فعالیت‌های حقوق بشری آبکی در خارج کشور هم دهن کجی می‌کند و ثابت می‌کند که حکومت‌های غربی متعاقب عقب نشینی مردم حتی مایل نیستند که سپاه پاسداران را تروریست اعلام کنند، چرا که با رژیم در حال تنظیم برجام دیگری هستند. اعتراف وحشتناک رئیس سابق محیط زیست تبریز باید فوراً تخلیه شود. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، بار دیگر نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور هشدار داده و گفته اگر این دریاچه خشک شود، باید 4 میلیون نفر را از تبریز و شهرهای اطراف آن تخلیه کرد. خبر آنلاین به تازگی مصاحبه ویدیویی از کلانتری منتشر کرده که در آن هشدار می‌دهد اگر دریاچه ارومیه خشک شود، مردم تبریز باید به مرور این شهر را تخلیه کنند، چون بیشتر از 10 سال نمیتوانند غبار نمکی را تحمل کنند. روحانی تو مرکز تحقیقات استراتژیک توضیح شد، گفتم آقای روحانی اگر دریاچه خشک بشه، دور روحانی از نظر فنی توضیح نشد، از نظر استراتژیکی توضیح شد، گفتم دریاچه خشک بشه، یک، گرد و غبارش تا 400 کیلومتر گرد و غبار نمکی خواهد رفت. دو، دریاچه خشک بشه یعنی مردم تبریز به مرور باید تبریز رو تخلیه کنن. اگر دریاچه خشک بشه 10 سال بیشتر نمیتونن غبار نمکی رو تحمل کنن. جا به جای شهر تبریز شاید 500 میلیارد دلار پول بخواد. توانشو ندارین، امکاناتشو ندارین. ما در زمان جنگ در جبهه 900 هزار نفر از خوزستان جا به جا شده بودن. اصفهان، تهران، شیراز، همه جا اون همه گرفتاری، اون همه بدبختی، جنگ زده ها. هم خودشون گرفتار شده بودن، هم برای حکومت گرفتاری ایجاد کرده بودن. گفتم شما چجوری میخواین 4-5 میلیون نفر رو جابجا کنین؟ پس آقای روحانی چی؟ آقای روحانی اهل حساب کتاب، روحانی آدم فهمیه. به روحانی ظلم کردن، یعنی چه در ریاست جمهوری چه قبلش. روحانی واقعا مظلوم واقع شده. روحانی گفت هزینه چقدره؟ گفتم هزینه احیاش حداکثر 1 میلیارد دلار. دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه با یادآوری اینکه پیشتر به حسن روحانی رئیس جمهور سابق درباره این موضوع هشدار داده بود گفت انتقال ساکنان شهر تبریز به مکانی دیگر 500 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که توان و امکانات آن را نداریم، در حالی که هزینه احیای دریاچه حداکثر 1 میلیارد دلار است. کلانتری با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه اگر خشک شود گرد و غبار نمکی ناشی از آن تا 400 کیلومتر خواهد رفت کرد، ما در زمان جنگ با آن همه بدبختی فقط 900 هزار نفر را جابجا کردیم، چطور می‌خواهیم 4 یا 5 میلیون نفر را جابجا کنیم؟ او مرداد سال گذشته هم با اشاره به خشک شدن 95% از سطح دریاچه ارومیه گفته بود کارشناسان کشور از اواسط دهه 70 درباره خشک شدن این دریاچه هشدار دادند، اما مسئولان با سطحی نگری از کنار این هشدارها گذشتند. به گفته کلانتری با توجه به 13 میلیارد تن نمک موجود در بستر دریاچه، اگر اقدامی برای احیای آن نشود، هیچ حکومتی نمیتواند در ایران دوام بیاورد، چرا که نمیتوان در برابر سیل مهاجرت میلیون ها نفر مقاومت کرد. اما دریاچه ارومیه تنها اکوسیستم رو به نابودی ایران نیست و کارشناسان و حتی مسئولان سازمان محیط زیست درباره خشک شدن تالاب ها در سراسر کشور هشدار دادند. هفته گذشته مقام مسئول اداره محیط زیست کرمانشاه از احتمال خشک شدن تالاب هشیلان و سراب نیلوفر در ماه‌های آینده خبر داده و گفت چاهای عمیق غیر مجاز و تخصیص نیافتن حقابه از سوی دولت از جمله مهمترین دلایل خشکسالی این دو اکوسیستم است که در صورت تداوم می‌تواند این منطقه را به کانون گرد و غبار تبدیل کند. سریا قربانی همچنین گفت که اگر حقابه هشیلان از سد گاوشان تامین نشود، این تالاب 450 هکتاری در 2-3 ماه آینده با خشکسالی زود هنگام رو برو می
شود. پیش از آن هم عادل مولا معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان درباره وضعیت بحرانی تالاب هورالعظیم در تابستان هشدار داده و گفته بود اگر حقابه تالاب رهاسازی نشود این منطقه درگیر آتش سوزی ها، مرگ و میراب، زیان و حیوانات، گرد و غبار و دیگر تنش ها می شود. بهمن سال گذشته قاسم سایدی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به حفر چاه های جدید نفت در تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی سهراب گفته بود این وزارتخانه برای اینکه نمیخواهد پول بیشتری را برای اکتشاف نفت هزینه کند تالاب را خشک میکند و طبیعت را به هم میزند، نفس مردم را میگیرد و زندگی مردم را از بین میبرد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نفتی ها مشغول قلع و قمع تالاب ها هستند گفته بود علاوه بر هورالعظیم تالاب شادگان هم وضعیت خوبی ندارد و ذهاب نیشکر که سمی و دارای مواد کشنده برای جانداران و پوشش گیاهی منطقه است در آن ریخته می شود. همراهان عزیز، به پایان این برنامه از آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در قسمت کامنت های این ویدیو یاری رسانه تیم خبری ما باشید. شب بر همگی خوش. پاینده باد ایران.